بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط سه خبر مهم امروز از افغانستان: طالبان اجازه دادن دختران در اینستیتوت های طبی در 11 ولایت تحصیل کنند. آغاز درس های حضوری در دانشگاه کابل اما بدون حضور دختران. و در ادامه این گزارش، جزئیات ترافیکی در سمنگان 9 کشته و زخمی بر جای گذاشت. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. وزارت صحت عامه طالبان گفت است که دختران اجازه دارند در اینستیتوت های طبی در 11 ولایت شمال و جنوب افغانستان درس بخوانند. خبرگزاری باختر که زیر اداره طالبان فعالیت دارد روز سه‌شنبه 1 اُحد گزارش داده است که در ولایت های پروان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوگر، خوست و بامیان دختران فارغ از صنف 12 برای شمولیت در اینستیتوت های طبی دولتی نامنویسی کرده می توانند. در گزارش آمده است که وزارت صحت عامه طالبان بر ریاست این وزارت در ولایت ها دستور داده است تا دختران فارغ صنف 12 را در این اینستیتوت ها جذب کند. با این حال در مورد جذب این دختران به دیگر مؤسسات تحصیلاتی عالی هیچ چیزی گفته نشده است. باید افزود که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دختران اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارند. در دو سال گذشته این عملکرد طالبان در برابر دختران واکنش های گسترده ای را نیز به همراه داشته است. در همین رابطه دانشگاه کابل از آغاز درس های حضوری دانشجویان این دانشگاه خبر داده است. ریاست امور دانشجویان دانشگاه کابل طی مکتوبی به دانشکده های این دانشگاه گفته است که درس های حضوری دانشجویان روز سه‌شنبه 1 اُحد آغاز شده است. بر بنیاد این مکتوب به مدت 1 ماه درس های دانشجویان این دانشگاه ها به صورت جدی و تشدیدی ادامه خواهد داشت. هرچند در این مکتوب در مورد حضور و یا عدم حضور دانشجویان دختر چیزی گفته نشده، اما از بیشتر از دو سال به این سو زنان و دختران در کشور از ابتدایی ترین حق بشری و مدنیشان که فراگیری آموزش و تحصیل می باشد محروم هستند. در همین رابطه آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه ترین واکنش خود به این تصمیم طالبان گفته است که ممنوعیت ظالمانه دسترسی دختران به تحصیل و کار در افغانستان باید لغو شود. او تاکید کرده است که زنان و دختران در افغانستان باید به طور معنادار در همه عرصه‌های زندگی حضور داشته باشند. و گزارش دیگر این که مسئولان صحی در ولایت سمنگان میگویند در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در شاهراه بلخ سمنگان 7 نفر جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. سید عثمان حمیدی آمر شفاخانه ولایتی سمنگان میگوید که این حادثه چاشتی روز سه‌شنبه 1 اُحد در منطقه مارکت زغالسنگ رخ داده است. با گفته او یک موتر نو سراچه با یک گراده موتر نو پاسو تصادف کرده است که در نتیجه 7 تن جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شده است. جان باختگان شامل 5 مرد و 2 زن هستند. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد این سه خبر چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از این که تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.